سرخط مهمترین خبرها. حمله یک مهاجر واقعی مرکز آموزشی در ناحیه 13 شهر کابل. مسئولان امنیتی میگویند که فرد مهاجر موفق به انجام حمله انتحاری در این مرکز نشده است. پس کپ انتحاری که در جانش بودی حتما انفجار نمیکنه، یک کمی دود میکنه و باز یک بم دستی را لیادم انفجار میده که امی مکمل سری را میبره. آمادگی نیروهای کماندو در برابر حملات مخالفان مسلح در سال پیش بود. ای حق ما نداریم که از افغانستان عزیز دفاع بکنیم؟ آیا ما یقه نداریم که از ناموس افغانستان دفاع بکنیم؟ حق داریم، یقه ماست. اظهارات برخی اعضای مشران جرگه در مورد سفر احتمالی نخست وزیر پاکستان به کابل. سناتوران میگویند که رهبری حکومت باید با مقامهای پاکستان به شکل قاطع در مورد مبارزه با تروریسم صحبت کنند. موږ د خپل رئیس جمهور څخه د خپل رهبری څخه په شدت د غواړو چې په دغه خبرو کې چې د پاکستان صدراعظم راځي سبا بله ورځ په سخت ورته وایي که تاسې رښتیا هم عملي اقدام اخلئ. و برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری روسیه در این کشور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به سرویس خبری ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 حدود 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 18 مارچ سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. یک مهاجم انتحاری که قصد انجام حمله انتحاری در داخل یک صنف درسی مرکز آموزشی کوثر دانش در ناحیه 13 شهر کابل را داشت، موافق به انجام این کار نشد. معاون قماندانی امنیت کابل میگوید که فرد مهاجم پیش از این که واسکت انتحاریش را انفجار دهد، از اثر انفجار بمب دستی همراهش از بین رفت. از اثر انفجار این بمب دستی 11 تن زخم برداشتن که جراحت 4 تن آن سطحی گفته شده است. حمله بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل. مهاجم انتحاری که خود را شبیه یک متعلم ساخته بود، حوالی ساعت 11:20 داخل مرکز آموزشی کوثر دانش در ناحیه 13 شهر کابل می شود. این مرکز آموزشی در بین ایستگاه های تانگتل و مغازه جاده شهید مزاری موقعیت دارد. مسئولان امنیتی می گویند که فرد مهاجم قصد داشت واسکت انتحاریش را در داخل صنف درسی انفجار دهد که موفق به این کار نمی شود. مهاجم انتحاری پیش از آن که واسکتش را منفجر کند، از اثر انفجار بم دستی همراهش از بین می رود. یک فرد انتحاری می آید، داخل یک صنف می شود، مستقیم از دروازه می آید. اینجا دو نفر گاردم اینا داشتن با سلاح کلاشینکوف. او در جریان بررسی حتما معلوم میشه که چطوری داخل شده. خدا پزل میکنه که آدم که در داخل سمت میشه، یک تعداد زیاد شاگردا بیرون برآمده بودن و همچنان واسکت انتحاری که در جانش بودی حتما انفجار نمیکنه، یک کمی دود میکنه و باز یک بم دستی را لیادم انفجار میده که امی مکمل سری را میبره و تنش میمونه. بسیار صورت گرفت به خاطر که بچه ها از دوستا هم این درس میخوان. بسیار آجیل خود داخل صنف رساندم، داخل از همه کورس. وقتی که رفتیم ما شهید تلفات ندیدیم، تنها یک سه تازی دخترها را زخمی دیدیم که بیرون کرد. دیگه اونمو شخص انتحار کننده اونجا افتاده، قسمت سرمرش نیسته، تنها اونمو با دریشی و کرمیش به شکل یک محصیل بارید شده. اونمو دخترام تو پایلوش جویده میامدن، اما انتحار کننده خودش مردار شده بود اونجا، جسدش هم اونجا افتاده و بم دستی انفجار کرده. از اثر انفجار این بم دستی شخص مهاجم از بین رفته و تعدادی از شاگردان این مرکز زخم برداشتند.
در مورد تعداد زخمیان این رویداد آمارهای متفاوتی وجود دارد. برخی مسئولان امنیتی گفتند که در این رویداد 11 تن زخمی شدند که جراحت 4 تنشان سطحی است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است از این رویداد 6 زخمی به شمول 4 زن به شفاخانه های شهر کابل انتقال داده شدند. ما او را واسکرد این تاریش تیم بررسی امنیت ملی و پلیس ملی یک جا خونسا کردن و جسد انتقال دادن به طب عدلی. خدای نخواسته بصارت گفته میتونم اگر انفجار میکرد بیش از 300-400 نفر شهید و زخمی ما شاید میداشتیم. بسیار یک واسکت قوی و بسیار یک واسکت که تقریبا چند کیلو این چی کردن که تیم بررسی آمدن دیدن که یک واسکت بسیار کلان و جالب به ای است که بسیار به شکل مایرانه در وجودش واسکت را تنظیم میکنه و یک با مدیسی هم امروی خود داشته به شکل مکمل و یک متعلم مکتب خود را جور کرده. در همین حال مسئولان امنیتی میپذیرند که شهر کابل زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. روز گذشته نیز یک حمله موتربم در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل رخ داد که از اثر آن 3 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. در حمله انتحاری دیگری که حدود 10 روز قبل در پیشروی مصلای شهید مزاری رخ داد، 10 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. سفیر جمهوری قزاقستان روز یکشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار نمود. در این دیدار روی چگونگی روند صلح گفتگو شد و بر توسعه روابط میان دو کشور افغانستان و قزاقستان تاکید صورت گرفت. بیتمیتوف اومرتای سفیر جمهوری قزاقستان بر حمایت کشورش از روند صلح در افغانستان تاکید نموده، اظهار امیدواری نمود که افغانستان با همکاری کشورهای منطقه و جهان به صلح پایدار دست یابد. وی همچنین از پیشرفت روند بازسازی و نوسازی در افغانستان اظهار خرسندی نموده، گفت قزاقستان تلاش نموده به توسعه افغانستان از آن جمله پاسخگویی به نیازهای تسلی این کشور کمک نماید. سفیر جمهوری قزاقستان به فرصت‌های مناسبی که میان دو کشور در عرصه اقتصادی و تجاری وجود دارد اشاره نموده و اظهار آرزومندی کرد که با برقراری صلح و امنیت در افغانستان روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور بیش از پیش افزایش یابد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح کشور قزاقستان را یکی از همکاران منطقه‌ای افغانستان دانسته و از همکاری های آن کشور به ویژه در زمینه کمک به دانشجویان افغانستان و فراهمسازی بورسیه های تحصیلی برای آنان اظهار سپاس نمود. رئیس شورای عالی صلح ضمن اشاره به چگونگی روند صلح و برشمردن فرصت‌ها و چالش‌ها در این زمینه همکاری کشورهای منطقه با این روند را با اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد که کشور قزاقستان از روند صلح حمایت نموده و در زمینه جلب همکاری کشورهای منطقه در این مورد نیز افغانستان را یاری رساند. رئیس شورای عالی صلح گسترش روابط میان دو کشور را مهم دانسته و اظهار امیدواری نمود که افغانستان و قزاقستان از فرصتها، ظرفیتها و زمینه‌های موجود در رشد در جهت رشد و توسعهشان استفاده نمود. مایک پینس معاون رئیس جمهور امریکا از صدر اعظم پاکستان خواست است تا برای شکست طالبان مسلح همکاری نزدیک با واشنگتن کند. قصر سفید میگوید مایک پینس در جریان دیدار با شاهد خاقان عباسی خواست اداره دونالد ترامپ را تکرار کرده که پاکستان باید در برابر شبکه حقانی طالبان مسلح و سایر گروه های هراس افغان در آن کشور اقدام جدی کند. مایک پینس همچنان گفته که پاکستان در این مورد میتواند با امریکا از نزدیک کار کند و باید چنین بکند. در برخی از گزارش ها آمده است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در یک سفر شخصی به واشنگتن رفته و سپس با معاون رئیس جمهور امریکا دیدار کرده است.
حکومت وحدت ملی به شکل جدی و قاطع در مورد از بین بردن پناهگاه های هراس افغانان با مقام های پاکستانی گفتگو کند. شماری از اعضای مشران جرگه با بیان این مطلب میگویند سفری که ممکن نخست وزیر پاکستان در آینده نزدیک به کابل داشته باشد، رهبری حکومت باید با وی در مورد اقدام عملی آن کشور در راستای مبارزه با تروریسم گفتگو کند. رئیس جمهور غنی دیروز از نخست وزیر پاکستان دعوت کرد تا برای مذاکرات دولت با دولت به کابل سفر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دیروز در دیدار با مشاور امنیت ملی پاکستان در ارگ از صدر اعظم پاکستان به گونه رسمی دعوت کرد تا به منظور آغاز مذاکرات دولت با دولت به کابل سفر کند. شماری از اعضای مشران جرگه در جلسه عمومی امروز این مجلس از رهبری حکومت وحدت ملی خواستند که اگر نخست وزیر پاکستان به کابل سفر کرد، با وی در مورد مبارزه با تروریسم و از بین بردن پناهگاه‌های هراس افغانان که در آن سوی خط دیورند است، به شکل جدی و قاطع صحبت کند. به گفته آنان، رهبری حکومت باید از پاکستان بخواهد تا علیه مخالفان مسلح دولت که در افغانستان می‌جنگند، اقدام عملی و مؤثری را انجام دهد. موږ د خپل رئیس جمهور څخه د خپل رهبری څخه په شدت د غواړو چې په دغه خبرو کې چې د پاکستان صدر اعظم هم راځي سبا بله ورځ په سخت ورته وایي که تاسې رښتیا هم عملي اقدام اخلي، اولین اقدام دا دی چې طالبان مجبور کوي چې د افغانستان د دولت سره اول روربند اعلان کړي، بعد هغه د دوی د خبرې دوام ورکړي، ځکه دا پروسه ده. زه وایم چې جناب رئیس صاحب نورې قاطع خبرې ورسره وکړي. څلور کاله تېر شوي دي د رئیس صاحب جمهور د دورې، یو کال پاته دی، دغه یو کال هم په دغه شکل باندې تېر نه شي. دا ډېره واضح سوې ده. خپله پاکستان ومنلې چې طالبان موږ په خاوره کې اوسېږو، د سیاتي عامې څه برخمن دي. آیت کلانو بزرګې بیایه و موضوعاتی را تعود بته که او عملی شوه. بخاطر از اینکه ما همیشه در کنفرانس ها میشینیم، در جلسات میشینیم، با اما موضوعاتی که افغانستان آماده است و در صلح و به حساب وحدت بخاطری که تعود بگذارن با جانب مقابل. در این حال برخی سناتوران از حکومت پاکستان نیز میخواهند نظر به وعده هایشان باید به شکل عملی علیه گروه های هراس افغانی که در خاک آن کشور است اقدام کند. باید رهبران سیاسی ما از پاکستان در رابطه با خط تماما تحصیل تجهیز و مسلح شدن طالبان در داخل پاکستان و عدم حمایت پاکستان از نیروی تروریست و وحشی که در پاکستان تجهیز و تربیه میشه باید دست بکشند. زما درې صاحب جمهور نه خواهش دادی چې پر ملل متحد باندې په سر کې پر امریکا غږ وکړي چې پر پاکستان باندې فشارونه زیات کړي چې طالبان د سولې و میسته کښېني. رئیس جمهور غنی دیروز از نخست وزیر پاکستان دعوت کرد تا به کابل سفر کند. حکومت پاکستان تا کنون در مورد اینکه شاهد خاقان عباسی نخست وزیر آن کشور به کابل سفر خواهد کرد یا خیر چیزی نگفته است. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آمادگیشان را در برابر حملات مخالفان مسلح دولت در سال پیشرو دارد. برخی مسئولان دفاعی در مراسم جشن فراغت تعداد از کماندوها با بیان این مطلب گفتند که مخالفان مسلح در سال پیشرو در تلاش ناامن کردن بخشای از کشورند. او در این حال تأکید کرد که نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر برنامه‌های تخریبی مخالفان مسلح و هراس افغانان آمادگیشان را دارند. جشن فراغت 828 تن از نیروهای کماندو در قلعه اردوی عملیات‌های خاص. این نیروهای کماندو پس از 3 ماه تعلیمات نظامی در قلعه اردوی عملیات‌های خاص امروز سند فراغت به دست آوردند. این نیروها در این مدت تاکتیک های مختلف نظامی از جمله انداخت سلاح های سبک و سنگین، انجام حمله های پیچیده علیه گروه های هراس افغان و حملات هوایی را فرا گرفتند. فراغت تعداد 103 تن افسر، تعداد 165 تن بریتمال و تعداد 650 تن سربازان که جمعاً 828 تن می شود، معیارات تعلیمات کماندو را تکمیل نموده و توانستند که سند فراغت کماندو را به دست آورند. هر نوع وظیفه‌ای که
از طرف قماندانی قول اردوی عملیاتای خاص برای ما سپرده شود، بدون احساس خستگی، با روحیه عالی به وقت و زمان اجرا می نماییم. ما همان تعلیم یاد گرفتیم که در خطرناکترین جای و بدترین جای بریم و مردم خود نجات بدیم. معاون کشف و استخبارات استراتژی وزارت دفاع ملی در این مراسم سال 1397 خورشیدی را سال دشوار برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توصیف کرد و گفت مخالفان مسلح دولت در سال پیشرو در تلاش ناامن کردن بخش‌های از کشور هستند. این مقام وزارت دفاع ملی اما تاکید کرد که رهبری حکومت وحدت ملی آمادگی لازم برای سرکوب و از بین بردن گروه‌های هراس افغان دارند. تهدیدات فعلی که متوجه وطن و مردم ماست ناشی از اموی عمق استراتژی دشمنان ماست که سالها در سر می پرورانند و پیوسته حساب شده در راستای استراتژی حرکت می کنند. هنوز رهبری دولت جمهوری افغانستان به این نقطه رسیدن که با انکشاف قوتهای سپیشل فورس و قوتهای خاص اردوی ملی افغانستان و با انکشاف استخبارات افغانستان جواب دفع تردی این فعالیت‌های تروریستی را ما میتونیم انجام بدیم. در کشورهایی که شما میبینین اردوی مطمئن، اردوی ملی دارن، تنش‌های سیاسی هیچ وقت در بین این مملکت تشویش ایجاد نمیکنه. این مسئولان نظامی کشور از گروه‌های مخالف مسلح دولت خواست تا به پروسه صلح یکجا شوند. در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه از سوی کمانده‌های کشور در تمامی نقاط کشور سرکوب و نابود خواهند شد. در همین حال قماندان قول اردوی عملیات‌های خاص از توانایی این نیروها در میدان‌های نبرد ستایش کرد و اطمینان داد که این نیروها با فرا گرفتن تعلیمات پیچیده نظامی به مخالفان مسلح دولت اجازه نخواهند داد تا بخش از کشور را ناامن سازند. دشمنی وطن فرصت از این نتیم که فضای آرام مردم افغانستان برهم بزنه و این فرض از ما. این حق ما نداریم که از افغانستان عزیز دفاع بکنیم؟ آیا ما این حق نداریم که از ناموس افغانستان دفاع بکنیم؟ حق داریم، این حق ماست، ایجاد ما با... این نیروهای تازه نفس در حال فارغ می شوند که همکنون جنگ در بخش‌های از کشور جریان دارد، اما این کمانده‌ها اطمینان می‌دهند که مخالفین مسلح دولت را در میدان‌های نبرد شکست خواهند داد. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سال 1397 خورشیدی پلان نظامی را زیر نام نصرت طرح و پلان کرده و قرار است با آغاز سال نو این عملیات در بخش‌های ناامن کشور راه اندازی شود. تفاهم نامه اعمار یک شفاخانه در شهر پلوخمری ولایت بغلان بین وزارت صحت عامه و شبکه انکشافی دفتر آقاخان در افغانستان امضا شد. وزیر وزارت صحت عامه میگوید که این مرکز صحی توسط شبکه انکشافی آقاخان با ظرفیت 20 بستر ایجاد میگردد و خدمات صحی را در بخش‌های سر و پا، دندان، تشخیصی لابراتوار، رادیولوژی، رادیولوژی، گراف قلب به گونه غیر انتفاعی ارائه می دارد. وزیر صحت عامه تفاهم نامه ایجاد یک باب مرکز صحی را در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان با خانم نورجهان موانی نماینده سیاسی شبکه انکشافی دفتر آقاخان در افغانستان امضا شد. این مرکز صحی توسط شبکه انکشافی آقاخان به ظرفیت 20 بستر ایجاد می‌گردد و خدمات صحی را در بخش‌های سراپا، دندان، تشخیصیه، لابراتوار، رادیولوژی، گراف قلب به گونه غیر انتفاعی ارائه می‌دارد. وزیر صحت عامه می‌گوید که این مرکز در پهلوی ارائه عرضه خدمات صحی، خدمات آموزشی تخصصی را نیز برای کارمندان صحی ارائه می‌دارد. خدمات اختصاصی و در ضمنش برلاوی کار او خدماتی را یا او متخصصینی که در ولایت بغلان یافت نشه یا نباشه میتونه از طریق تلی میدیسن یا از طریق تداوی از راه دور با شفاخانه FMIC به خاطر تشخیص و تداوی در خدمت مردم قرار خواهد داشت. خانم نورجهان موانی نماینده سیاسی شبکه انکشافی آقاخان گفت این مرکز عرضه خدمات صحی با کیفیت و جوابگو به ضرورت مردم بغلان ارائه خواهد کرد.
و شبکه انکشافی آقا خان متحد بر ادامه سرمایه گذاری در عرصه ارزی خدمات صحی دوامدار و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی کشور است. Your Excellency and the Ministry of Public Health on the gains that Afghanistan has made. نهاد خیریه و انکشافی آقا خان ضمن اینکه در بخش های مختلف و وزارت صحت عامه همکاری می کند، در نظر دارد تا در این شفاخانه و برخ شفاخانه های دیگر تداوی رایگان را برای کسانی که توان پرداخت مالی را ندارند نیز فراهم سازد. وزارت صحت عامه می گوید که این مرکز با اینستیتوت فرانسه برای اطفال و مادران از طریق خدمات تداوی از راه دور توسط تکنولوژی با هم در ارتباط خواهد بود تا خدمات مشاوره مستقیم را با دیگر متخصصین این ولایت در این مرکز فراهم نماید. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای هوایی کشور مواضع گروه طالبان در ولایت هلمند را هدف قرار داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که نیروهای هوایی کشور مواضع طالبان در ولسوالی های گرشک، نادعلی، نهر سراج، سنگین و مارجه ولایت هلمند را بمباران کردند. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این حملات هوایی 29 طالب کشته شدند و چندین مواضع آنان تخریب و مقدار سلاح و مهمات این گروه نابود شده است. در نتیجه انفجار مواد منفجره در ولسوالی نادرشاکود ولایت خوست دو طلبه یک مدرسه دینی کشته و 9 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. پلیس خوست میگوید این انفجار عصر روزی گذشته در مقابل یک مدرسه دینی در ساحه اسپنکان این ولسوالی به وقوع پیوسته است. با گفته پلیس خوست تا کنون در مورد چگونگی وقوع این رویداد هنوز معلومات در دست ندارند، اما بر بنیاد گزارش های اولیه این انفجار ناشی از مواد منفجره بوده است. باشندگان محل میگویند که در این رویداد 2 کودک جان باخته و 9 تن زخم برداشتند. این هم چند خبر از خارج کشور. انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز در این کشور برگزار شد. شهروندان روسیه صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند و برای نامزد مورد علاقه‌شان رای دادند. در این انتخابات 8 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری روسیه برای 6 سال با هم رقابت می کنند. با آغاز رایگیری برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نامزد انتخابات رایش را به صندوق انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه مهمترین نامزد انتخاباتی است که با 7 نامزد دیگر رقابت می کند. بنابر پیشبینی ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه حدود پیروز این انتخابات خواهد بود. مسئولان امنیتی روسیه میگویند به خاطر تهدیدات امنیتی در سراسر این کشور تدابیر نیز افزایش یافته است. تنها در مسکو پایتخت روسیه 17,000 نیروی پلیس، گارد ملی و دیگر نیروهای امنیتی در خیابانها و صندوقهای رای حضور یافتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که افرین به کنترل کامل نیروهای ترکیه در آمده است. خبرگزاری دولتی ترکیه از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گزارش داده که ارتش آزاد سوریه وارد افرین شده و کنترل مرکز شهر را کاملا در دست گرفته است. رئیس جمهور ترکیه گفته که تعداد زیادی از شبه نظامیان کرد از این شهر نیز فرار کردند و افزوده که نیروهای ویژه ترکیه نیز وارد این شهر شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای ارتش آزاد سوریه که تحت حمایت ترکیه هستند صبح روز یکشنبه وارد شهر افرین در شمال غربی سوریه شدند. ساعت پیش ناظران حقوق بشر سوریه و برخی خبرگزاری ها نیز خبر دادند که نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه وارد افرین شدند، اما رسانه های خارجی از ورود نیروهای ارتش ترکیه به مرکز افرین نیز خبر می دهد.
یک منبع امنیتی در ولایت نینوای عراق از کشف یک گور دستجمعی که شامل 5 غیر نظامی در بخش غربی موصل است خبر می‌دهد. این منبع امنیتی همچنان اعلام کرد که با همکاری فعالان مدنی در موصل این گور دستجمعی را پیدا کردند که شامل 5 غیر نظامی است که گروه داعش آنها را در یکی از میدان عمومی در بخش غربی شهر موصل اعدام کرده بودند. بر اساس گزارش ها یکی از این اجساد متعلق به یک زن می باشد. منبع مذکور که خواست نامشان فاش نشود اعلام کرد که روی این اجساد و در سرشان آثار اصابت گلوله مشاهده می شود. طبق گزارش این منبع پس از بیرون آوردن این اجساد آنها به طب عدلی منتقل شدند. پنج عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر روز یکشنبه در نتیجه انداخت توپچی نیروهای پاکستان کشته شدند. مسئولان میگویند تیراندازی شدید بین پاکستان و هند در این منطقه صورت گرفته است. مقامات پاکستانی میگویند روز گذشته در نتیجه انداخت توپچی نیروهای هند بر منطقه تحت کنترل این کشور در کشمیر 9 تن زخمی شدند. هند و پاکستان مانند گذشته همدیگر را به آغاز تیراندازی متهم کرده هر یک تاکید میکنند که تیراندازی آنها در عکس العمل به جانب مقابل صورت گرفته است. تنش ها بین دو کشور بعد از آن شدت یافت که در نتیجه یک حمله بر یک پایگاه هند در این منطقه 6 عسکر هندی کشته شدند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.